بسم الله رحمان الرحیم من ساره شفیعی هستم مدرس حوزه مالکیت فکری و کسب و کار در خدمت شما هستم برای ارائه آموزش ثبت و راه شرکت دانش بانیان. اگر بخوایم یک تعریفی از دانش داشته باشین به دانش شرکت یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی گفته میشه که حالا طبق مجوزهایی که در این خصوص وجود داره و معیارها و شاخصهایی که برای ارزیابی دانش بنیان شدن لازم هست و موارد رو خدمتتون میگم میتونن برن نسبت به تاسیس اون دانش بنیان اقدام بکنن معمولا دانش بنیان ها یه هدفی متفاوت تر از شرکت های تجاری دارن و بیشتر چون بر اساس دانش دارن فعالیت میکنن هدفی که دارن این هست که بتونن اختراعات و نوآوری ها رو توسعه بدن و باعث تجاری سازی اون محصولات کالاها بشن و حتی بتونن اینها رو طراحی بکنن یا اینکه خط تولید این محصولات رو راه اندازی بکنن البته این توصیه رو هم خدمتون داشته باشم که صرفا دانش بنیان شدن برای این نیست که شما یک محصولی رو داشته باشید و بخواین زمینه های تولید اون رو فراهم بکنید. ممکنه که شما حتی بخواین یک خدمتی رو ارائه بکنید و خدماتی رو ارائه کنید و بابت ارائه اون خدمات بتونید مجوز دانش بنیان شدن رو دریافت بکنید. برای اینکه بخوان حالا اون صلاحیت شرکت ها به عنوان یک شرکت دانش بنیان مورد ارزیابی قرار بگیره یک سری شاخصی براش تعیین کردن که این شاخص به دو دسته عمومی و اختصاصی دسته بندی میشه برای اینکه بخوام شاخص های عمومی رو خدمتون توضیح بدم یک سری مواردی هست و یک سری شروطی لازم هستش که حتما باید این شروط در اون شرکت های دانش بنیان وجود داشته باشه مثلا یکی از این شروط اینه که حتما باید دو سوم اعضای هیئت مدیره که در شرکت وجود دارن حداقل دو تا از این شرایط رو داشته باشن یکی از این شرایط اینه که حتما باید اینها مدرک تحصیلیشون کارشناسی به بالا باشه و حداقل سابقه ای که برای فعالیت های در حوزه تحقیقات دارم باید حدودا سه سال باشه و اینکه حداقل یک اختراع به ثبت رسیده داخلی داشته باشن علاوه بر این لازمه که حداقل یک دونه اختراع بین المللی داشته باشن خود شرکت حالا میتونه یا اختراع داخلی داشته باشه یا اختراع خارجی که به ثبت رسیده حالا تو هر کدوم از کشورهایی که در جهان هستش یکی دیگه از شروطی که برای دانش بنیان شدن لازم هست اینه که پنجاه درصد درآمدی که از فروش به دست میاره توی یک سال گذشته خیلی مهم هستش و این درآمدی که حالا به طور کلی ممکنه یک شرکتی مثلا یک درآمد کلی داره میاری که برای دانش بنیان شدن مد نظر قرار میدن اینه که پنجاه درصد از اون درآمدش از محل فروش اون کالا یا خدمات در طی یک سال گذشته باشه که این محصولاتی هم که حالا به فروش میره و جزو درآمد محسوب میشه حتما باید با اون فهرست کالا و خدمات دانش بنیان مطابقت داشته باشه یک دیگه, دیگه از شروط به عنوان شاخص عمومی سابقه بیمه هستش که برای حداقل سه تا از کارکنان و پرسنل شرکت باید حدود 6 ماه سابقه بیمه رد شده باشه. خب شاخص های عمومی رو گفتیم اشاره کنیم به شاخص های که شرکت دانش بنیان حتما باید تولید کننده کالا باشه که اون وضعیت تولیدش و اینکه آیا محصولش یا خدماتی که داره ارائه میکنه قابلیت دانش بنیان شدن داره یا نه همه اینها توی اون کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها مد نظر قرار میگیره و اگر که اون کارگروه به عنوان تولید کننده ایشون رو مورد تایید قرار بده این میشه جزو معیارهایی که برای اون شرکت مد نظر قرار داده میشه پس حتما باید تاییدیه اون کارگروه دانش بنیان رو داشته باشه تا ما بگیم این شرکت تولید کننده کالا هست. ما فرض میکنیم که شرکت ما تولید کننده کالا است. شرطی که براش لازم هست اینه که حتما باید طی اون دو سال گذشته که فعالیت داشته یک محصول جدیدی رو ارائه کرده باشه یا اینکه حالا با یک سری از تحقیقات و توسعه که روی محصولات انجام داده باعث ارتقای اون محصول شده باشه. شاخص دیگه ای که براش در نظر میگیرن اینه که از طریق واگذاری و انتقال دانش فنی تونسته باشه که اون دانش و تحقیقاتی که مد نظر هست رو بومی سازی بکنه شرط دیگه اینه که اگر که مثلا حالا یک سری تحقیقات انجام داد و باعث شد که اون محصولش ارتقا پیدا بکنه و یک دانش فنی جدیدی رو ایجاد بکنه این موضوع هم میتونه به عنوان بومیسازی دانش فنی در نظر گرفته بشه. از جمله شروط دیگه اینه که استانداردهایی هایی که برای تولید کالا لازم هست رو کسب کرده باشه به خصوص برای کالاهای جدید یا ارتقا یافته ای که ایجاد کرده حتما اون استانداردهای لازم رو به دست آورده باشه و اگر که حالا یک شرایط ممکن وجود داشت که نتونسته استانداردها رو دریافت بکنه اخص تاییدیه بهره بردار برای این موضوع کفایت میکنه یکی دیگه از شروط اینه که سی درصد از کارکنان شرکت که حالا فعالیت هم دارن توی اون زمینه تحقیق توسعه حتما باید مدارکشون به صورت کارشناسی و بالاتر باشه خب هزینه کردی که بابت تحقیقات اون شرکت داره باید 7 درصد از فروش سالیانه اون شرکت باشه این شروط بود که برای شرکت های تولید کننده کالا لازم هست که مدنظر قرار داده بشه یه نوع دیگه ای از شرکت ها هستن که شرکت تحقیقاتی بهشون گفته میشه یا اینکه دارن یک سری خدمات طراحی مهندسی ارائه میکنن که اینها هم بر اساس شاخص ها و معیارهایی که وجود داره این که در رتبه شرکت تحقیقاتی یا خدمات طراحی مهندس قرار گرفتن رو باید اون کارگروه ارزیابی تایید کنه ما فرض میکنیم که خدمات و فعالیت این شرکت ها مورد تایید کارگروه قرار گرفته یکی از شاخص هایی که برای ارزیابی اینها مد نظر قرار داده میشه اینه که طی دو سال گذشته حتما باید دو تا خروجی تحقیقات داشته باشه یا اینکه تو حوزه طراحی مهندسی فعالیت کرده باشه خب پس اینجا من حالا با جزئیات بیشتر موارد رو خدمتتون توضیح میدم شاخص های عمومی و اختصاصی رو گفتیم حالا میخوایم ببینیم که معیار شرکت تولید کننده دانش بنیان چیه برای اینکه یک شرکتی به عنوان تولید کننده دانش بنیان مشغول به فعالیت باشه حتما باید 50 درصد از درآمد یک سال مالی که اون شرکت داشته از محل فروش باشه. منظور درآمدی که طی یک سال گذشته در نظر گرفته شده باشه و این درآمد باید حتما از فروش دانش فنی یا اون طراحی هایی که انجام شده ایجاد شده باشه که حتما هم باید اون لیست دانش فنی یا اون طراحی که انجام شده مطابقت داشته باشه با فهرست محصولات یا کالا و خدمات دانش بنیان. در کنار این هم میتونه خود اون شرکت یک سری خدماتی رو در خصوص نصب، تعمیر یا نگهداری اون کالا یا خدمات انجام بده. از میارهای دیگه ای که برای شرکت تولید کننده کالا و خدمات دانش بنیان در نظر می گیرن اینه که حتما باید اون دانش فنی طراحی یا توسعه کالا رو به دست آورده باشه. علاوه بر این میتونه دانش فنی طراحی فرایندهای تولید محصولات رو به دست آورده باشه یا اینکه ممکنه حتی یه زمانی اومده باشه یک سری تغییراتی رو در فرایند تولید پیچیده اون محصول ایجاد کرده باشه که میتونه به عنوان معیار در نظر گرفته بشه و تمامی این مراحل حالا چه کسب دانش فنی چه ایجاد تغییر توی فرایندها همه باید بر مبنا و اساس تحقیق توسعه باشه علاوه بر این برای شرکتی که حالا تولید کننده ی دانش بنیان هستش یک سری معیار لازمه که داشته باشه اینه که حتما طی دو سال گذشته باید یک نوآوری داشته باشه و حتما یکی از کالاها رو طبق حالا فهرست کالا و خدمات دانش بنیان تولید کرده باشه حتما باید یکی از اون فرایند هایی که توی تولید هست و بسیار هم پیچیده هستن رو توسعه داده باشه و موجب به تولید رسوندن محصول یا حتی تغییر یا ارتقاء اون محصول شده باشه طبق مفادی که در آینامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان آورده شده ممکنه که فرایند توسعه محصول خیلی طولانی باشه که اون وقت میان یک زمان دو ساله ای رو تعیین میکنند برای اینکه حالا شرکت توی اون زمان بتونه محصولاتش رو توسعه بده که البته این مدت زمان حتما باید به تاییدیه کارگروه هم برسه یک سری معیارهای دیگه ای هست برای شرکت تولید کننده دانش بنیان از جمله اینکه اگر شرکت دانش بنیان در حد کوچیک یا متوسط باشه منظور یعنی این که تعداد کارکنانش کمتر از پنجاه نفر باشن. یه شرطی لازمه اینه که حتما نسبت کارکنان این شرکت به کل کارکنان باید حدودا سی درصد باشه که منظور هم کارکنان تمام وقت هستن که حالا دارن فعالیت میکنن. برای شرکت های بزرگ منظور شرکت هایی که تعداد کارکنانشون بیش از پنجاه نفر هستش باید نسبت کارکنان به کل اونها حدوداً 20 درصد باشه. برای اینکه با ویژگی ها و مزایای تاسیس شرکت دانش بنیان و تاثیرش در رشد اقتصادی آشنا بشیم لازمه که قبل از این یک اشاره داشته باشم به تفاوت هایی که در اقتصاد دانش بنیان وجود داره و وچه تمایزش با اقتصاد سنتی معمولا زمانی که شما یک شرکت دانش بنیان تحسیس می کنید چون دانش محور هست و بر اساس نوآوری ها این شرکت تحسیس میشه، پس توی اقتصاد دانش بنیان هم نوآوری ها ایده ها و اختراعات به عنوان دارایی های ارزشمند به حساب می و معمولا توی شرکت های دانش بنیان تلاش میشه که از تخصص کلیه افرادی که تو اون شرکت هستن استفاده بشه و چون بیشتر نقشش تحقیق تخ... توسعه است پس همه افراد باید دارای مهارت و تخصص باشن اما توی اقتصاد سنتی توی شرکت یا حالا تو سازمان ها فقط و فقط مدیران یا سرپرستان دارای تخصص بودن و مبقی بیشتر به شکل کارگر بودن و اون چیزی که توی کسب و کار سنتی خیلی مهم بود بیشتر منابع مالی بود نه نوآوری ها و ایده ها و توی اقتصاد سنتی شاید خیلی جایی نداشت توی اقتصاد دانش بنیان بحث خدمات خیلی مهم هست اون خدماتی که داره ارائه میشه و ممکنه که یک سری فعالیت های انجام بشه که این فعالیت ها اصلا هیچ وابستگی به مکان ندارن و نیازی نیست که حتما یک اسکان یا مقر مناسبی برای انجام اون فعالیت وجود داشته باشه و معمولا هم درآمدی که ایجاد میشه بیشتر بر اساس تخصص و مهارت افراد هست در حالی که توی اقتصاد سنتی واحدهای اقتصادی یا اون بونگاه های تجاری حتما باید یک مکان خاص و مشخصی رو داشته باشن و درآمدی هم که به دست می اومد در اقتصاد سنتی بر اساس اون جایگاه هایی بود که افراد در سازمان داشتن. اشاره بکنیم به فوایدی که این اقتصاد دانش بنیان میتونه داشته باشه و تحصیل گذار باشه بر کسب با و کار. همونطور که میدونید خود دانش یکی از ارکان اصلی اقتصاد هستش که شما از طریق مدیریت دانش و مباحث نوآورانه ای که وجود داره میتونید فرصت ها و تهدیدها و چالش هایی که مد نظر هست رو شناسایی بکنید اختراعات به دلیل ارزشی که دارن خودشون به عنوان سرمایه محسوب میشن و یک دارایی ارزشمند هستند در شرکت های دانش بنیان و دیگه توی اقتصاد دانش بنیان بحث منابع مالی خیلی مهم نیست سرمایه اصلی که در نظر گرفته میشه همون دانش و مهارت و تخصص افراد فنی هستش که دارن توی اون حوزه فعالیت میکنن شما از طریق دانش فنی و با تولید اون دانش و تحقیقات میتونید کسب درآمد بکنید به سود برسید و شاید بتونین باعث ارزش افزوده اون موضوع بشید به طوری که انقدر اهمیت پیدا بکنه که حتی بیشتر از رقابت در بازار هم باشه توی اقتصاد دانش بنیان بحث همکاری مشترک خیلی مطرح هست به ویژه همکاری روی ایجاد یک فناوری خاصی که منحصر به فرد هستش و حتی این اقتصاد دانش بنیان به مراتب خودش میتونه توسعه بده اون کسب و کارها رو و باعث کسب درآمد و سوداوری بشه اگر بخوایم با توجه به نقش مثبتی که اقتصاد دانش بنیان داشت حالا بیاین شرکت دانش بنیان رو به عنوان بخشی از این اقتصاد مد نظر قرار بدیم باید اینجا ما به مهمترین مزایایی که این شرکت ها میتونن داشته باشن اشاره بکنیم که من این مزایا رو از جهات مختلفی خدمتتون توضیح میدم اولا اینکه میتونی شما با تاسیس یک دانش بنیان از تحصیلات مالی برخوردار بشید میتونید از یک سری از معافیت ها بهره بشید مثلا معافیت های مالیاتی و گمرکی که برای تولید محصول وجود داره بحث صادرات هست که شما میتونید از حمایت هایی که برای توسعه صادرات مطرح هست بهره من بشید در حوزه نظام وظیفه به همین ترتیب میتونید از مزایا و ویژگی هایی که در نظر گرفتن استفاده بکنید و در نهایت هم با تاسیس دانش بنیان میتونید در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر بشید همونطور که خدمتون توضیح دادم از جوانب مختلف زمانی که شما یک شرکت دانش بنیان رو تأسیس بکنید از مالیات، سود بازرگانی و عوارض به مدت 15 سال بهره میشید. یعنی شما کلا این معافیت از این موارد رو به دست میارید. موضوع دوم اینه که معاف میشید از پرداخت حق گمرک و عوارض صادراتی به مدت 15 سال. اگر که بخوان احیانا سهام مؤسسات پژوهشی دولتی رو واگذار بکنن حالا به یک شرکت خصوصی شرکت دانش بنیان در اولویت این موضوع قرار داده میشه یا اگر در نظر داشته باشند که واحدهای فناور یا شرکتهایی رو در مراکز رشد یا پارکهای علم و فناوری مستقر بکنند اولویت استقرار در این مراکز با شرکتهای دانش بنیان هست حتی خدمتون بگم که کلا یک سری از کالاهایی که در این شرکت ها داره تولید میشه و اینها به صورت غیر تجاری هم هستن باز اینها هم معاف از گمرک هستن از جمله مثلا بحث واردات یک سری کالاها برای مهندسی معکوس یا مثلا یک سری تجهیزات یا ابزارهای آزمایشگاهی رو که وارد میکنن اینها هم معاف هستن بحث ماشینالاتی که برای راهندازی خط تولید استفاده میشه هم از پرداخت گمرک معاف هستن ولی یک سری کالاهایی هستن که قابلیت فروش به صورت مستقیم رو دارن که اینها دیگه اون معافیت از گمرک به اینها تعلق نمیگیره از جمله مزایای دیگه شرکت دانش بنیان بهرهمندی از یک سری تسهیلات کم یا وام هایی که حالا در راستای حمایت از تولید اختصاص داده میشه. بحث هزینه های تولید هست که با توجه به حمایت هایی که در این خصوص در نظر گرفته میشه به راحتی میتونید با تاسیس دانش بنیان اون هزینه هایی که برای تولید یا عرضه محصول لازم هست رو تعمین بکنید. میتونید از پوشش بیمه که برای کاهش خطرپذیری محصولات در نظر گرفته شده استفاده بکنید. و در نهایت هم میتونید از حمایت هایی که برای عرضه محصول در نظر گرفته شده و بیشتر دنبال به کارگیری دستاوردها در این زمینه هست استفاده بکنید. از جمله مزایای دیگه ای که با تاسیس شرکت میتونید بهره بشید، تسهیل شرایط مناقصه هست. به راحتی میتونید توی مناقصات شرکت بکنید و اولویت اونها با شرکت های دانش بنیان هست. به راحتی میتونید زمانت های بانکی که لازم دارید رو دریافت بکنید از صادرات و توسعه محصولات حمایت میشه و در نهایت هم میتونید از حمایت هایی که در راستای توانمندسازی در تجاری سازی هست استفاده بکنید یکی دیگه هم مزایای تست دانش بنیان اینه که میتونید برای نظام وظیفه به ستاده نیروهای مسلح معرفی بشید برای خدمت که معمولا هم کارت پایان خدمت رو بعد از اینکه تحقیقات و پروژه پژوهشی به پایان رسید ارائه میکنند. حتی خب اینجا هم یک سری شروطی لازم هستش که حالا اگر دوست داشتید میتونید مطالعه بکنید و از این موارد استفاده بکنید. با استفاده از شرکت دانش بنیان میتونید از یک سری از کمک ها و حمایت هایی که برای فروش اقساطی محصولات وجود داره استفاده بکنید. و در نهایت هم میتونید برای راه اندازی خط تولید از یک سری از تحصیلاتی که در این خصوص اعطا میشه استفاده بکنید. از مزایای دیگه بهرهمندی از تحصیلات لیزینگ هستش که در صورتی که خریداری برای محصولات وجود داشته باشه این تحصیلات در اختیار دانش بنیان قرار داده میشه. حتی میتونید از تحصیلاتی که برای دریافت مجوزها و استانداردهای بین اون محصول وجود داره استفاده بکنید. در کنار این میتونید از تحصیلاتی که برای نقل و انتقال مالی و تأمین منابع مالی هست استفاده بکنید. حتی توی بازاریابی و تبلیغات بین که تو بحث صادرات محصول هم میخواین اونجا موارد رو دنبال بکنید هم میتونید از این تحصیلات استفاده کنید. در کنار این یک سری برنامه صادراتی و آموزش تدوین شده که به شرکت های دانش بنیان ارائه میشه در خصوص سیانت و حفاظت از حقوق مالکیت فکری و به ویژه بحث تحلیل پتنت که اگر دوست داشتید من این دوره های آموزشیش رو در فرادرس ارائه کردم دوره آشنایی با مالکیت فکری و فرایند ثبت اختراح هست که به طور مفصل در این خصوص توضیح دادم که میتونین عنوان رو در سایت فرادرس جستجو کنید و از این دوره هم استفاده کنید که اینجا شما میتونید از تحصیلات مالکیت فکری هم بهره مند بشید در کنار این میتونین از یک سری از آزمایشگاه ها و تحصیلاتی که در این خصوص دیده شده بهره مند بشید و در کنار این هم میتونید نسبت به خرید تجهیزات و توسعه زیرساخت اقدام بکنید. خب تا اینجا سعی کردیم که مزایا و ویژگی های تاسیس شرکت دانش بنیان رو توضیح بدیم خدمت شما و نقشی که میتونه در رشد اقتصادی و درآمد داشته باشه. اما خب لازمه که من یک سری از معایبی هم که وجود داره در این حوزه رو خدمتتون بگم. مثلا از موضوعات بسیار مهمی که از چالش های اساسی هم هست محدودیت بازار داخلی هست برای فروش محصول و استقبال کمی که معمولا از خرید محصولات تولید داخل در بازار میشه. از جمله موانع و چالش های دیگه اینه که شما به راحتی نمیتونین اون بازار خارجی که مناسب باشه رو پیدا بکنید. و از طرف دیگه اینکه منابع مالی شرکت های دانش بنیان اونقدر کمه که ناخداگاه این منابع مالی کم هم تاثیر میذاره روی کیفیت محصولات و خب اون مواد اولیه‌ای که باید تهیه بکنند با کیفیت مناسب نیستش. با توجه به نقشه که شرکت های دانش در درآمدزایی و رشد اقتصادی دارن، لازمه که به یک سری قوانینی که مرتبط با این شرکت ها هستش اشاره بکنیم. از جمله مهمترین قوانینی که در این حوزه وجود داره قانون جهش دانش هستش که در این خصوص آینامه اجرایی این قانون هم تهیه شده که در اون به حمایت ها و قوانینی که دانش بنیان میتونن استفاده بکنند اشاره کرده. آین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان هستش که طبق این آین نامه ها و شاخص هایی که برای صلاحیت این شرکت ها در نظر گرفته شده رو میتونید مطالعه بکنید و با اون قوانین و مقررات ارزیابی شرکت ها آشنا بشید که در واقع اون تاییدیه ای که برای دانش بنیان شدن صادر میشه بر اساس شاخص ها و مفادی هست که در این آینامه اشاره شده. قانون رفع موانع تولید رقابت و ارتقای نظام مالی کشور هستش که این قانون هم به بحثای تجاری سازی و نکاتی که باید در تجارت این محصولات به ویژه بحث واردات و صادرات باید در نظر گرفته بشه اشاره داره. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ها و آینامه اجرایی اون هستش که به نحوه بهرهمندی شرکت های دانش بنیان از تحصیلات و حمایت های در نظر گرفته شده اشاره داره. خب بریم من مهمترین مواردی که توی این قوانین که خدمتون گفتم رو میخوام اینجا توضیح بدم و اشاره بکنم به موضوعات مهمی که شما میتونید در تاسیس دانش بنیان ازش استفاده بکنید. موضوع تبصره ماده که قانون جهش دانش بنیان به این نکته اشاره داره که مؤسسات یا نهادهای غیر دولتی موظف هستند که بیان بخشی از اون درآمد یا امکاناتی که دارن رو بیان هزینه بکنن و یک سری قراردادهای مشارکت ببندند با این شرکت های دانش بنیان برای تولید محصولاتی که حالا جزو اولویت‌های اون محصولات دانش بنیان هم هستن یعنی این وظیفه به این مؤسسات داده شده که حتما بیان هزینه کرد بکنن بخشی از اون درآمد یا امکاناتی که دارن رو ماده پنج قانون جهش دانش بنیان به این نکته اشاره کرده که نهادهای اجرایی یا مراکز آموزش عالی و مراکز علمی پژوهشی یا حتی دانشگاه ها موظف هستند که حالا بخشی یا تمام اون دارایی فکری و دستاوردهای های پژوهشی که دارن رو بیان واگذار بکنن حالا یا به افرادی که فعال هستند در انجام پروژه یا به یک سری از شرکت های دانش بنیان که بحث واگذاری حق بهره برداری علمی و پژوهشی از اون تحقیقاتی که به دست اومده در این ماده مطرح است. تا یک شرطی براش گذاشته گفته که واگذاری حق بهره برداری منوط هست به موافقت کتبی که حالا اون پدید آورنده مختره یا حتی دارنده حق داره که شرکت های دانش بنیان در اولویت واگذاری این حق هستند و علاوه بر شرکت های دانش بنیان افرادی هم که در انجام پروژه فعال هستند حالا این افراد میتونن هیئت علمی دانشجو یا پژوهشگر باشن هم میتونن این دارایی ها و دستاوردهای های فکری رو بهره برداری بکنن و اگر که واقعا با هدف تجاری سازی این دستاوردها ها باشه حتی این واگذاری میتونه به صورت بلاعوض یا مشارکت باشه که البته باید بالاترین مقام دستگاه هم در این خصوص تصمیم گیری بکنه. توی مواد 3 و 4 آینامه اجرای قانون جهش دانش بنیان به این نکته اشاره کرده که اگر بخواد از دستاوردهای پژوهشی بهره برداری بشه حالا چه به صورت بلاعوض یا مشارکتی حتما باید با تایید بالاترین مقام دستگاه باشه و اون افرادی هم که به عنوان بهره بردار میخوان از این دستاوردها بهره برداری بکنن لازمه که حتما یک سری شروطی رو داشته باشم و بالاترین مقام دستگاه بر حسب اون شروطی که اونها دارن تصمیم گیری میکنه در خصوص واگذاری اون دانش فنی. خب اینجا میخوام اشارهی بکنم به شروط واگذاری دانش فنی به اشخاصی که فعال هستن در ته. گفتیم شامل حالا اون پژوهشگر دانشجو یا هیئت علمی و ببینیم که چه شرایطی برای این فعالان در نظر گرفته شده. این اشخاص میتونن سهامدار شرکت باشن، سهامداری که حداقل سهمش حدودا 25 درصد هست. یا میتونه عضو هیئت مدیره اون شرکت باشه یا حتی به عنوان مدیر شرکت نقش داشته باشه. متأ یکی از شروطش اینه که حتما باید فعالیتی که مرتبط با اون دستاورد پژوهشی یا مالکیت فکری هست رو انجام داده باشه. و در نهایت هم حتما باید اون طرح و برنامه تجاری سازی که برای بهره برداری از اون دستاورد پژوهشی مد نظر هست رو ارائه بکنه. برای شرکت های دانش بنیان و فناوری که میخوان بهره برداری بکنن از دستاورد ها یک سری شروط اشاره شده. اولا اینکه حتما باید سابقه فعالیت مرتبط با اون تحقیقات یا دانش فنی یا دارایی فکری رو داشته باشه اگر لازم باشه حتی شرکت های فناور باید اون تاییدیه ها و مجوزاتی که لازمه از وزارت علوم یا بهداشت رو دریافت کرده باشن و حتما هم باید اون طرح و پلن تجاری سازی که میخوان برای بهره برداری از دارایی فکری مد نظر قرار بدن رو باید ارائه بکنن. اگر در نظر داشته باشید که دانش فنی رو بخواید به واحدهای صنعتی یا حتی یک سری از سرمایه گذاران ارائه بکنید اینجا هم یک سری شروط لازمه اولا اینکه خود اون واحد صنعتی یا سرمایه گذار باید تقاضاش برای تجاری سازی رو ارائه کرده باشه زمانی شما میتونید حق بهره برداری رو بهش واگذار بکنید که حتما با رضایت معلف پدید مختره یا حتی دارنده ی حق باشه که حالا اینا موارد رو خدمتون توضیح دادیم و اینکه حالا بیایم ببینیم از بین این فعالان یا شرکت هایی که درخواست دادن برای بهره برداری کدومشون اولویت دارن مسئولیت تشخیص اولویت اینها بر عهده بالاترین مقام دستگاه است که با استفاده از تشخیصی که داده و اولویتی که در نظر گرفته میتونه اون دارایی فکری و حق بهره برداری رو واگذار بکنه به اون شرکت یا فعال در انجام اون ته. ماده شیش قانون جهش دانش بنیان که اشاره داره به این موضوع که کلیه دستگاه های اجرایی بویژه، دستگاه هایی که توی قانون مدیریت خدمات کشوری بهش اشاره شده میتونن بخشی از اون زمین ساختمون یا ملکی که دارن رو اختصاص بدن به استقرار شرکت های دانش بونیا. یا حتی مثلا اختصاص بدن به یک سری تاسیس پارک های علم و فنووری یا سراهای نوآوری که معمولا زمانی که این زمین ها رو در اختیار این شرکت ها قرار میدن بدون واگذاری مالکیت هست. ماده هفت قانون جهش دانش اشاره داره به اینکه کلا دستگاه های اجرایی که باز موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری هستش کلیه این دستگاه ها میتونن از محل بودجه پژوهشی که دارن یک سری قراردادهایی رو با دانش ها منعقد بکنن که حالا به صورت همکاری مشترک هستش. بند یک ماده شیش آیین نامه اجرایی ماده یک قانون جهش دانش بنیان هم به این نکته اشاره داره که دستگاه های اجرایی و قراردادهایی که میخواد این دستگاه ها با دانش بنیان ها ببندن باید به این ترتیب باشه که میتونند با یک سری از سهامدارها یا حتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همین قرارداد رو ببندن که مستقر هستن توی دانش بنیان رو دارن فعالیت میکنن. حتی این نکتر بگم که اعضای هیئت علمی دانشگاه حتما باید با اطلاع مدیریت دانشگاه باشه. یا اینکه میتونن غیر از سهامدار و حالا اعضای هیئت علمی این افراد عضو هیئت مدیره یا حتی شاغل باشن توی سمت های پژوهشی که میتونن یک قرارداد مشترکی بین دستگاه اجرایی و این افرادی که در شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند بسته بشه برای انجام فعالیت های دانش بنیان. در نهایت هم توی قانون جهش دانش بنیان و سایر آینامه هایی که برای حمایت از دانش بونیان ها بهش اشاره کردیم اشاره کرده به یک سری از مجازات هایی که ممکنه در استفاده از تحصیلات برای مقاصد دیگه ای وجود داشته باشه. مثلا افرادی که معمولا اومدن از تحصیلات مناقصات در راه خلافش استفاده کردن اینها من شدن از شرکت در مناقصات تا حدود سه سال یا مثلا افرادی که حالا از تحصیلات مالیاتی اینها استفاده کردن مجاز هستند که اون مالیات رو پرداخت بکنن و علاوه بر اون هم یک سری جرایمی که بر این خصوص لازم هست رو باید واریز بکنن یا مثلا برای یک سری افراد که حالا از حمایت دیگه استفاده شده بحث رد مال و جریمه نقدی رو دارن به خصوص برای اونهایی که از وام یا تحصیلات به غلط استفاده کردن و در نهایت هم برای شرکت های دانش بنیانی که از بحث پوشش بیمه ای در راه دیگه ای استفاده کردن لازم هستش که او بحث پرداخت جریمه ای که معادل پوشش بیمه ای هست در نظر گرفته بشه. با توجه حمایت هایی که در قانون حمایت از شرکت های دانش بهش اشاره شده بنابراین هر کسی که از این تسهیلاتی که حالا بابت تولید محصولات یا همه خدمات ارائه میشه بخواد در یه حوزه دیگه ای استفاده بکنه براش این مجازات در نظر گرفته شده که موارد رو خدمت شما توضیح دادم و ضروری هستش که تک تک این تحصیلات فقط برای تولید و راهندازی خط تولید این محصولات انجام بشه و حالا این تحصیلات رو فقط برای همین محصولات دانش بنیان به کار ببرن.